هی everyone. So we already talked about and in ما پیشا پیش در مورد اینکه کجا باید از جراند و کجا باید از انفینیتیو استفاده کنیم تو ویدیوهای قبلی صحبت کردیم. حالا یه دوره خیلی کوچیک میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه مبحث. ما سه جا از جراند یا آینجی برای فعل استفاده می کردیم. سه جا از تو یا استفاده می First, after prepositions and phrasal verbs. For example, I am very good at remembering names because of the preposition. She kept on talking because of the preposition. So we use ing for talk. Number two, as the subject of a sentence. For example, eating out is cheap here. Dancing is a good exercise. So these are the verbs which are used as a subject. And three, after some verbs, for example, dislike, enjoy, mind. I don't enjoy getting up early. I don't mind getting up early. I dislike getting up early. So for these verbs, we use ing for the verb which comes after them. And then we use infinitive. Actually, we use. Infinitive means verb plus to. After adjectives, my house is easy to find. To express a reason or purpose, he is saving money to buy a new car. It means in order to buy a new car, so as to buy a new car. After some verbs, for example, want, need, learn. She has never learned to drive. Try not to make noise. No to, no ing. حالا میخوایم بریم سراغ فعل هایی که نه تو میگیرن نه ing. اولیش let. ببینید شما در واقع let رو استفاده که میخوایم بکنید توی جملات با مفهوم permit یعنی اجازه دادن. بعدش که آبجکت میاد و بعدش فعل میاد اون فعل به هیچ عنوان تو نمیگیره در واقع شما میخواین بگید مثلا پدر من به من اجازه داد که من ماشینش رو بدونم میگید my dad let me drive his car نمیگید my dad let me to drive این کاملا غلطه پس اولین فعلی که نه تو میگیره فعل بعدش نه ing فعل let هستش به این جملات دقت بکنید ببینید همه ی این جملات فعل اصلیش اجازه دادن هستش میتونید جمله رو با پرمیت هم بگید پرمیت جزء فعلاییه که اگه قرار باشه بعدش فعلی بیاد تو میگیره اما ما الان صحبتمون در مورد اونجور فلان نیست فعلمون الان اینجا لت هست میخوایم از فعل لت به مفهوم اجازه دادن استفاده کنیم مادرم به هم اجازه داد با دوستم برم سینما My mom let me go to cinema with my friend. ببینید let me go. نمیتونیم بگیم let me to go. حتی نمیتونیم بگیم let me going. کاملا غلطه. و دقت هم بکنید let گذشتش همون let میشه. من به تو اجازه نمیدم به اون پیرمرد توهین کنی. I don't let you insult that old man. من و همسرم به بچه هامون اجازه نمیدیم تا دیر وقت بیدار بمونن. My husband and I don't let our children stay up late. ببینید نگفتیم don't let our children to stay up. سعی کنید این تو رو که زایده زبان فارسی خودتون رو حذفش کنید. کاملا جملتون رو غلط میکنه اگه بخواید بعد let و بعد اون object به فعلتون تو بدید. کاملا غلط میشه. My husband and I don't let our children stay up late. من نمیذارم تو با من بیای. I don't let you come with me. پس ببینید وقتی let رو به عنوان فعل اصلی استفاده می کنید بعدشون objective pronoun رو میارید فعلی که میخواد بیاد کاملا بیس form نه تو داره نه ing. make در واقع دومین فعلی که اگه قرار باشه بعدش فعلی بیاد اون فعل نه میگیره نه جی فعل میک هستش مفهوم میک یه ذره متفاوته چون تو مدل فارسی ما مدل های مختلف میگیم تو جملات مختلف مدل های مختلف میگیم اما در واقع مفهومش این هست وقتی یه نفر باعث انجام شدن یه فعل دیگه ای میشه در واقع اصولا از make استفاده میکنم مثلا ببینید این جمله رو the teacher made him rewrite the essay شاید ما اینجا معنی کنیم که معلم مجبورش کرد که اون مقاله رو دوباره نویسی کنه یا دوباره بنویسه حالا تو مدل های مختلف فارسی میبینیم فارسیاش بعضی جاها فرق میکنه اما مفهومش همینه ببینید در واقع شما میگید که شما از make به اضافه object به اضافه base form استفاده میکنین to talk about things that someone can require or cause another person to do it پس در واقع این مفهوم ها اگه بخواید تو انگلیسی بگین همیشه فعل make somebody do something پیش میاد یه همچین حالتیه مثلا شما میخوایم بگین که the teacher made him rewrite the essay مفهومش اینه که the teacher required him to rewrite the essay الان به این جملات نگاه کنید ببینید هر جمله رو یه جور ما تو فارسی گفتیم در واقع همه اینا مفهوم make somebody do something توشون هست اون زن بچه رو خابوند منو مجبور نکن با اون ازدواج کنم یا بچه رو مجبور نکن دروغ بگه اون همیشه منو میخندونه این آهنگ همیشه منو به گریه میندازه ببینید در واقع کلمه فیکسی نیست برای این تو مدل های مختلف فارسی ما اینو مدل های مختلف میگیم بعد مفهومش رو درک کنید وقتی میگید اون زن بچه رو خوابوند یعنی چی یعنی شی میید هیم دو سامثینگ اور شی میید هر دو سامثینگ پس اینجوری میگید That woman made the baby sleep منو مجبور نکن با اون ازدواج کنم در واقع میخوایم بگید Don't make me do something Don't make me marry her بچه تو مجبور نکن دروغ بگه Don't make her do something دقیقه از این قالب اگه به اینجور لقشن مفهوم و متوجه میشید Don't make your child lie او همیشه منو میخندونه. She always makes me laugh. این آهنگ همیشه منو به گریه میندازه. This song always makes me cry. Model auxiliary. در واقع جای دیگه ای که شما فعلتون نه تو میگیره نه آینجی میگیره مدل اکسلری هستش یعنی فعل های کمکی که ما تو تمام ویدیوهایی که در مورد تک تک این فعل های کمکی صحبت کردیم با جزئیاتش گفتیم اونجا که یکی از مشخصه بارز مدل اکسلری یا همون فعل های کمکی اینه که فعل باهاشون بیس فور میاد نه تو میگیره نه آی میگیره نه اس میگیره نه ای میگیره پس در واقع هر وقت شما یه جمله ای دارید که اکسیلری داره فعلتون باید به اس فرم بیاد و تمام اینها رو ما دقیقا با جزئیات تمام تو ویدیوها توضیح دادیم پس اینجا دیگه احتیاج نیست جداگانه بگیم I can't come She will be a good girl We used to play in the yard You should lose weight I would rather stop this channel You had better stop smoking They ought to immigrate as soon as possible We must follow the rules We had to wear uniform at work. Infinitive and gerund. خیلی وقتا شاگردان میگن که ما یه فعل رو دیدیم تو جاهای مختلف فعل بعدش اومده تو گرفته بعضی جاها فعل بعدش اومده آینجی گرفته چطور میشه یه فعل هم ing بگیره فعل بعدش هم تو بگیره خب این در واقع تفاوت معنیه بله بعضی فعلها هستن که اگه قرار باشه فعلی بعدشون بیاد بعضی موقع های انجی می گیرن، بعضی موقع ها تو میگیرن اما این مفهوماشون کاملا فرق میکنه به این عکس نگاه کنید توی عکس اول این دو نفر استاپ کردن تا با همدیگه حرف بزنن چی رو استاپ کردن راه رفتن رو استاپ کردن در واقع اینا استاپ کردن که با هم حرف بزنن عکس دوم رو ببینید تو این عکس در واقع خود تاک کردن و استاب کردن کلا حرف زدن با هم دیگه و استاب کردن یعنی چی یعنی با هم قهر کردن پس ببینید وقتی شما استاب رو با اینفینیتیو میارید یه معنی داره وقتی استاب رو با جراند میارید یه معنی دیگه داره برای مثال they stopped to talk to each other این یعنی چی یعنی اینکه واکینگ راه رفتن و استاب کردن در واقع مدل کامل این جمله این میشه they stopped walking که چیکار کنن تو تاک تو each other دیگه اون عملی رو که استاپ کردن رو حذف میکنه پس اگه زمانی شما استاپ رو بیارید و بعدش تو بیارید یعنی اونا یه عمل دیگه ای رو استاپ کردن که حالا عمل دیگه ای رو انجام بدن مفهومش اینه اما اگه بلا فاصله آی بدید بعد استاپ یعنی خود اون عمل استاب شده they stop talking to each other توی عکس اول واکینگ رو استاب کردن که با هم حرف بزنن تو عکس دوم تاکینگ رو کلا استاپ کردن و با هم قهر کردن این دوتا مفهوم مختلف برای فعل استاپ که اگه فعل بعدش تو بگیره چه معنی داره اگه آینجی بگیره چه معنی Remember plus infinitive, remember plus gerund. خب ببینید remember هم در واقع جز اون فعل هایی هست که اگه قرار باشه فعلی بعدش بیاد هم میتونه تو بگیره هم میتونه ing بگیره اما با معانی مختلف به این جملات نگاه کنید remember to lock the door I remember going to Peru as a child I remembered to book my ticket for next week I remembered booking my ticket last time خب ببینید اونایی که تو آورده دقت کنید در واقع شما دارید یه چیزی رو به خاطر میارید می میکنید که مربوط هست به آینده این آینده که میگم مربوط نیست حتما به ده سال بعد دو دقیقه بعد سه دقیقه بعد شما میگید remember که چی تو لاک د دور دارین به یه یعنی نفر میگین که یادت باشه در رو قفل کنی یا اون یکی مدل تو رو ببینید I remembered to book my ticket for next week. یادم اومد که بلیت همه برای هفته بعد بوک کنم رزرو کنم این عملا باز مربوط هست به آینده پس چیزی رو به خاطر میادی که باید تو آینده انجام بدی اما اونایی که آینجی گرفته I remember going to Peru as a child من چیزی رو remember کردم چیزی رو به خاطر آوردم که مربوط هست به گذشته I remembered بوکینگ my تیکت لاست در واقع من رزرو کردن بلیتم و آخرین بار به خاطر آوردم یادم اومد حالا یه خاطره ای دارم یه اتفاقی افتاده که این قضیه یادم اومد پس شما اگه چیزی رو دارین بگن فهم میگین یادت باشه یا خودتون حتی به خاطر میارید که مربوط هست به انجام دادن آینده خب اینو باید با تو بگید اما اگه چیزی رو ریممبر میکنید و یا به خاطرتون میاد که مربوط هست به گذشته اون فل رو باید با آی بگید forget plus infinitive forget plus gerund خب در واقع forget هم جز اون فعل های هستش که اگه قرار باشه بعدش فعلی بیاد دو حالت رو داره یعنی yani هم با تو میاد هم با ing اما با معانی مختلف so look at these sentences I forgot to do it sorry I forgot to bring your book I can't forget seeing the Taj Mahal I won't forget the trip with you. ببینید وقتی ما فعل forget رو میاریم و اگه قرار باشه فعلی بعدش بیاد اون فعل تو میگیره در واقع مفهومش همون مفهوم فراموش کردنه یعنی چیزی رو به خاطر نداشتین فراموشتون شده این رو اگه بخواید با این مفهوم بگید همون مفهوم اصلی که هستش و همه هم میدونید فعل بعدش باید همیشه تو بگیره اما پایین رو نگاه کنید که همیشه مدل منفی میاد یعنی همیشه مدل منفی forget حالا I don't forget I can't forget I won't forget I didn't forget به حال هر تنسی میخوایم بگین بیشتر مدل منفی میاد این در واقع مفهومش یک کم فرق میکنه شاید فارسیش یکی باشه اما این بیشتر مربوط به چیزی هست که نمیتونین فراموش کنین به خاطر اینکه خاطره شده براتون این مفهومش دقیقا از نظر فارسی شاید شکل همه اما با بادایی فرق میکنه شما یه عملی رو فراموش کردید به خاطر نداشتید و میس شده یه کاری میخواستی انجام بدین نتونستین انجام بدین چون فراموش کردی عمل فراموش کردنتون اتفاق افتاده اما پایین در واقع میخوام بگین نمیتونم دیدن تاج محل رو فراموش کنم یا نمیتونم سفری که با تو رفتم فراموش کنم این مفهوم شاید فارسی شکیه اما در واقع داره در مورد یه عملی حرف میزنه که قبلا اتفاق افتاده یه خاطره خوشی برات داده حالا یا خاطره بد داره مثلا شما میگید I won't forget the quarrel with you. من نمیتونم اون دعوا کلکلی که با تو داشتم و فراموش کنم اینم باز میشه حتما نباید خاطر خوش باشه به حال مربوط میشه به یه عملی که تو ذهنتون مونده و نمیتونید فراموش کنید این با اون فرق میکنه امیدوارم متوجه شده باشید مدل فارسی رو در نظر نگیرید بالا یه عملی که فراموش شده ریممبر نکردید و میسش کردید پایین در واقع با مدل منفی که میاد و فل آینجی میگیره یعنی یه چیزی هست که تو ذهنتون نشسته یه چیزی هست که به عنوان نوستالژی یا خاطره خوش یا خاطره بد تو ذهنتونه میخواید فراموش کنید ولی نمیتونید فراموش کنید این تفاوت جزئی این دوتاست وقتی فعل آینجی میگیره و وقتی فعل تو میگیره try plus infinitive try plus gerund فعل try رو خیلی ها میشنوند که بعضی موقع با تو میاد بعضی موقع ها با gerund میاد به خاطر که دوتا تا معنی کاملا متفاوت داره ببینید I tried to open the window. Try to speak correctly instead of memorizing some phrases. She is trying her best to pass the test. Try eating this food. You will like it. ببینید try. اگه بعدش فعل infinitive باشه یعنی فعل تو بگیره در واقع همون مفهوم کلمه try به معنی سعی کردنه. اما اگه بعد ترای فعلی که میاد آی بگیره اینجا معنیش یه چیز دیگه است معنیش در واقع تست کردنه یا اکسپریمنت کردنه در واقع شما تجربه میکنید یه چیزی رو. یه چیزی رو تست میکنید امتحان میکنید معنیاشون فرق میکنه I tried to open the window سعی کردم که پنجره رو باز کنم پس این در واقع با مفهوم سعی کردن برای همون ها فعل تو گرفته Try to speak correctly instead of memorizing some phrases. سعی کن درست حرف بزنی به جای حفظ کردن یه سری با ها فقط. She is trying her best to pass the test. اینجا همینطور. اون داره نهایت سعیشو میکنه. بهترین سعیشو میکنه که امتحانشو قبول بشه. اما نگاه کنید. Try eating this food. You will like it. خوردن این غذا رو امتحان کن. خوشت میاد. You will like it هم که میدونید چون حالت پیشبینی پنجا پنجاه با ویل اومده. You will like it یعنی خوشت میاد. خوشت خواهد اومد. پس اگه به مفهوم make an effort باشه سعی کردن باشه فعل شما تو میگیره. اگه به معنی تست یا اکسپریمنت باشه فعل شما بعد try ing میگیره. Need plus infinitive. Need plus gerund. نیت هم باز جزء فعلایی هستش که اگه قرار باشه فعلی بعدش بیاد هم اینفینیتیو میتونه باشه هم جران با دو تا مفهوم متفاوت و البته کمی متفاوت و خیلی مهم ببینید در واقع شما این جملات رو نگاه کنید you need to clean the car I need to buy some grocery we need to improve our English to speak accurately ببینید در واقع نید اینجا معنی ماست میده یعنی شما میخواین بگین لازمه برات مهمه واجبه که این کار رو بکنی You need to clean the car همون مفهوم You must clean the car رو میده I need to buy some grocery Means I must buy some grocery We need to improve our English To speak accurately We must improve our English To speak accurately Accurately هم که میدونید همون معنی correctly میده اما نگاه کنید این دو تا جمله رو This car needs fixing These dishes need cleaning این در واقع یه جور حالت passive کنستراکشن داره یعنی چی؟ مفهومش یه جور مجهول بوده که اینجوری شده یعنی در واقع جمله کاملش این می شده This car needs to be fixed These dishes need to be cleaned یعنی لازمه که این ماشین تعمیر بشه لازمه که این ظرف ها تمیز بشن یه همچین مفهومی داره برای همون هم هستش که خیلی وقت ها شما میبینید که سابجکت شیع هست خیلی وقت ها نه صد درصد ولی 99 درصد اوقات وقتی شما نید میاری و فعل بعدش آی اینجی میگیره سابجکت یه شیه که احتیاج از کاری روش انجام بشه تعمیر بشه تمیز بشه فیکس بشه رنگ بشه